تو یه پسر عیون، من یه دختر معمولی. تو کجا و من کجا؟ تو بابا تو میلیونره، من اصلا بابا ندارم. تو خونت بالای شهره، من خونم جنوب شهر. تو اشرافزاده ای، من گدازاده. تو کجا و من کجا؟ با همینم بازم مکرتم، شاکرتم. خودم میرم باش صحبت کنم. نه نه، با پدرم که اصلا صحبتشو نکن. آخه چرا؟ به چه دلیل؟ واسه این که اون تو یه خط دیگه است. چه خطی؟ خط اشرافیت، اصالت خانوادگی. من به هیچ وجه رضایت نمیدم. آخه چرا؟ برای چی؟ برای چی؟ پس بذار تا برات بگم. تو یه دختر بی پدر و مادری، یه گداگشنه یه گوشه خیابونایی. حالا فهمیدی کسی؟ من هر کی و هر کی که هستم پسرتون منو دوست داره. پسرم غلط کرده. تو عقل اونو دزدیدی، تو اونو خر خودت کردی. ولی من نمیذارم پسرم خر تو بشه، به هیچ قیمتی نمیذارم. تو شایسته این نیستی که عروس من بشی. اگه یه دفعه دیگه هم بیای اینجا، میدم قلمای پاتو خورد کنم. ولی آقای اشرف، شما نمیتونین جلوی محبت آدم ها رو بگیرید. من و مسعود همدیگر رو دوست داریم. ببند اون دهن نجستتو. من و مسعود همدیگر رو دوست داریم. چه حرفا، چه غلطهای زیادی. گوش کن ببین چی میگم دختر. ای خود به خودت وعده و وعید نده. تو به درد کلفتی پسر منم نمیخوری، چه برسه به این که بخوای زنش بشی. این پنبه رو از گوشت بکش بیرون. خواب و خیالای عوضی برای خودت نبین. من اگه شده زمین و آسمون رو به هم بدوزم، نمیذارم پای دختر بی پدر و مادری مثل تو تو خانواده ما باز بشه. و اگرم سماجت کنی، اون وقت مجبور میشم از راه دیگه ای وارد بشم. فهمیدی؟ اما آخه ببینین آقای اشرف، من همین که گفتم. یالا بفرمایین بیرون. بیرون بفرمایین. میشه خواهش کنم یه کمی تندتر بریم؟ آن طرفی نمیشه خانم، مگه نمیبینی خیابونا شلوغ هست؟ بچه آمده باشین، آمده آمده. حاضره بگو، باری کنم. من سوکیاس موسیقیدان بزرگ از همین الان شلوغ میکنم. چی گفتم؟ یعنی منظورم اینه که همین الان شروع میکنم. یک، سه، پنج. چشمای تو جنگلای شماله، سینه تو لیمو شیرین کاله. نه، نشد، نشد. خانم جون، نمیفهمم چرا مثل مربای آلو شل و وارفته میخونی؟ با احساس بخون، با احساس تمام. صدا رو از اینجا، از این قلب لامصب بده بیرون. ببین جانم شاعر چی میگه؟ شاعر میفرماید چشمای تو جنگلای شماله. یاره جان توی الان میام، همین الان میام. اومدن رو شل سفت تمرین کنی الان میام. آخ من آمده. وای وای، سلام به روی ماه، به چشمان سیاه، به تمزه اشوه آه. میگم که چقدر خوب شد، چقدر خوب شد که اومدی. اون خانم رو که میدیم اون تو نشسته، از بی استعدادترین آدمای روی زمینه. اصلا صدا نداره، اون وقت میخواد بیاد خواننده هم بشه. بیا بی بریم یه دفعه براش بخون تا بفهمه صدا و استعداد معنی چیه. نه نه، حالشو ندارم به خدا، اصلا حالشو ندارم. حالشو ندارم چی چیه؟
آخه حیف این صدا و استعداد تو نیست که اصلا روش حساب نمی کنی؟ والا به خدا این روزا نون تو هنره. هنر برتر از گوهر آمد پدید. ره بده بزن بریم یه دم بخونو برگرد. خیلی خوب بابا، بگو ببینم الان مسعودو کجا میتونم پیدا کنم. چی؟ مسعودو؟ مسعود به من گفت چه میره یه سر خونهشون، بعدش هم میاد اینجا یه سری به خود من میزنه. چطور مگه؟ مگه باش دعوا کردی؟ نه، با پدرش دعوام شده. آخ بر اون پدرش لعنه. بله بله، معذرت دارم. گوش خدمتتون. مسعود خان، با شما کار دارم. سلام. 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 چیه زاره؟ چی شده؟ پدرت هرچی که از دهنش در اومد به من گفت. جلو مستخت ما دیگه هیچی برا من باقی نداشت. بهم گفت بی پدر مادر، ولگرد خیابونا، دیگه آبرو برام نداشت. آخه چرا؟ من چه میدونم؟ چراشو از پدرت برو بپرس. پدرت به من گفت که من به درد کلفتی تو هم نمیخورم. چه برسه به این که بخوام؟ آخه چی بگم؟ ناراحت نشو زهره جون. تو برای من خیلی عزیزی. تو اصلا نباید با پدرم روبرو میشدی. من به خاطر تو حاضرم با پدرم هم به هم بزنم. نه نه مسعود جان، تو نباید به خاطر من با پدرت به هم بزنی. بهتره ما از هم دیگه جدا بشیم. میدونی من اصولا آدم بدبختی هستم. هیچ وقت زندگی نخواسته روی خوشش رو به من نشون بده. هیچ وقت من شانس خوشبخت شدن رو نداشتم. بهتره ما از هم جدا بشیم. این حرفا کدومه؟ جداشیم یعنی چی؟ تو الان کجا هستی؟ ببین، من دیگه بهتره ازت خدافزی کنم. خدافز مسعود جان. الو، الو. نه، میخوام ببینم مگه اون کیه؟ یه دختر بی پدر و مادر، یه دختر بی سر و پا. هرچی هست و هرچی هست، من دوستش دارم. شما نباید بهش توهین میکردین پدر. دوستش دارم، دوستش دارم. میخوام ببینم آخه چیشو دوست دارید. علف به دهن بوزی باید شیرین بیا. ببینید پدر، من این دختر رو دوست دارم و میخوام باش ازدواج کنم. شما هم بهتره که احترام خودتون رو داشته باشین و به این یک کار من کاری نداشته باشین. ازتون خواهش میکنم. خواهش میکنی که چی؟ بذارم یه دختر بی سر و پا بیاد عروس خانواده ما بشه؟ بذارم اصالت و شخصیت خانوادگیمون به خاطر یه دختر بی ارزش به باد بره؟ همه جا بگن که پسر اشرف با 100 سال است و نسب خانوادگیش میخواد با یه دختر بی پدر و مادر که ولگرد خیابوناست ازدواج کنه. به به به، آخه مردم به ما چی میگن؟ مردم، مردم، من نمیفهمم. آخه مردم به کار ما چی کار دارن؟ مگه ما برای مردم زندگی میکنیم؟ آخه مردم چی کار دارن که پسر اشرف با چه دختری میخواد ازدواج کنه؟ چی کار دارن که اون دختر پدر و مادر داره یا نداره؟ فک و فامیل داره یا نداره؟ اصلا به اونا چه مربوطه؟ بس دیگه! انقدر برای من سخنرانی نکن! من به هیچ قیمتی نمیذارم که تو به خاطر یه دختر بی پدر و مادر شرافت خانوادگی ما رو لکه‌دار بکنی. و اینم باید بدونی مسعود، اگه با این دختر ازدواج کنی دیگه حق نداری پاتو تو این خونه بذاری. فهمیدی؟ از این دهاز خیالتون راحت باشه. وقتی که باش ازدواج کردم اونو به قصد شما نمیارم. من اون توی اتاق فکستری تای شهرم میتونیم با هم زندگی کنیم. به خدای احد و واحد اگه این کارو بکنی از تمام ثروت داراییم تو رو محرومت میکنم. اسمم رو از روت بر میدارم. مسخره بازی داره برده پسر یه جالا. الو، با کی کار داری جونی؟ جون جونی، من با آقای جهانگیر کار دارم. آقای جهانگیر هستن؟ خودشون نیستن جونی، ولی عکسشون اینجاست. شوخی رو بذار کنار خانم، بگو ببینم کجاست. تو لباساشه جونی. خوب اگه اومد بگم کی تلفن زده بود؟ بگین اشرف. بسیار خوب، میگم آقای اشرف برای شما تلفن کردن. خداحافظ جونی، قربونه تو. چی میگی؟ مادر دختر؟ بله آقا، مادرش. اگه دختر مادر داره؟ بله آقا. پس به پسرم دروغ گفته که نه پدر داره نه مادر.
بله آقا، دروغ گفته. اونم چه دروغی؟ آخه چرا؟ برای چی؟ برای اینکه یه چیزایی هست که مجبور شده دروغ بگه. خب چه چیزایی هست؟ بگو. والا چطوری بگم؟ میدونین مادر دختره؟ بله. یعنی چی بله؟ یعنی که فاحشه است. مادر دختره یه زن فاحشه است. چی؟ یه زن فاحشه؟ بله قربان، یه زن فاحشه. اسمش هم اسمم. اینم عکسش. بفرم. خب، این زن کجاست؟ تو یه خونه بدنام. یعنی در اختیار خود منه. در اختیار تو؟ بله قربان، در اختیار من. آها، فهمیدم. بسیار خوب شد. به پسرم درو گفته که مادر نداره و مادرش هم یه زن فاحش هست. آفری، خوب سرنخی به دست آوردی. با این سرنخ خیلی کارا میشه کرد. درست قربان، خیلی کارا میشه کرد. اگه موفق بشی، پول خوبی بهت میدم. بگو ببینم، کی دست به کار میشه؟ هرچه زودتر بهتر قربان. فقط پسرتونو باید برای یه مدتی بفرستیم بره مسافرت خارج. مسافرت خارج؟ مسافرت خارج برای چی؟ برای اینکه در غیاب پسرتون من بتونم کارامو انجام بدم. چون از قرار معلوم دختره به هیچ وجه نمیخواد اقرار کنه که مادری به نام اسمت تو داره. خیلی خوب، خیلی خوب. من مسعودو برای یه مدتی میفرستم که بره بیروت. چطوری میفرستین قربان؟ شما که میفرمایین اون قهر کرده و رفته؟ مهم نیست. من بلدم چی کار کنم که اونو بفرستم. مبارکه. خب مسعود جان، حالا دیگه نوبت تو. یه دستم افتخار میذارم. تگت تگت. همینجا همینجا. خب عروس خانوم، صیغه عقدم که جاری شد. ایشالله که به پای هم پیر شدیم. بابا من چی گفتم اینا رو کجا چی شد؟ خب گفتم اینا رو کجا بذارم؟ من چه میدونم بابا، چقدر حرف میزنی، سر ما رو بردی. مثلا حرف زدم از وقت دوماچه چقدر بده. نفهمیدم. زهره خانم جون، با تو هم چرا اون تابلو رو اونجا میذاری؟ برو بابا، تو هم دلت خوشه، تو که عقلت به این چیزا نمیرسه. من عقلم نمیرسه، من فکرم نمیرسه. خب آقا دوماچه بالاخره نگفتی این عکس، یعنی این گلدون رو کجا بذارم؟ الله اکبر بابا، اصلا کی گفته واسه گل بخری؟ ببر بذار یه جای دیگه، بذارش اونجا. اجازه میشین خسته نباشی عروس خانم. شما هم خسته نباشی آقا دیماز. خسته نباشی آقا جلیل، من که آدم نیستم. تلفن زنگ میزنم. الو، خواهش میکنم. الو، سازش میکنم. الو، الو، بله، اینجا هستم. لطفا یه لحظه صبر کنید. مسعود، بیا، از خونه پدرت. پدر؟ الو، بفرمی. پدرم؟ آخه چی شده؟ نمیدونم قربان. گویا تو کارهای تجارتشون اشکالی پیدا شده. چون یه تلگراف از بیروت اومده بود که پدرتون خیلی ناراحت کرد. گفت هر طور شده شما رو پیدا کنه و بهتون خبر بدیم. تمام شهر رو زیر پا گذاشتیم تا شمارتون رو پیدا کردیم. خیلی خوب، ما رو میام اونجا. پدرم خالص شده. آره پسرم، وضع لبنان خرابه. تو بیروت جنگ شده. مردم ریختن. تمام نمایندگی شرکت‌های خارجی رو غارت کردن. اگه تو نری اونجا سر و سامانی به کارهای دفترمون ندی، مخصوصاً قرارداد بیمه رو تجدید نکنی، ورشکست شدنم حتمی. من میدونم که من و تو با هم اختلاف داریم، اختلاف سلیقه داریم، ولی پدر و پسر که هستی، مگه نه؟ ها؟ قبول میکنی؟ میدونم سکوت علامت رضاست. بیا این چک رو امضا میکنم. تو را از بانک مقداری پول بگیر برای مخارج ضروری. این پولا برای چی؟ میذارم برای تو که خرجش کنی. این همه پول؟ آره، میخوام در نبودن من هرچی کم و کفی داری بخری. میخوام تمام وسایل زندگیمونو کامل کنیم. ببین، میخوام بهتری لباس جشن عروسی رو سفارش بدی تا وقتی که برگشتم یه جشن عروسی عالی بگیریم. باشه؟ تو مسافرت چقدر طول میکشه؟ فکر میکنم دو سه هفته. چطور مگه؟ نه، چیه زوره؟ چرا ناراحتی؟ نمیدونم، دلم یه مرتبه شور افتاد. خب، اگه ناراحتی میتونم نرم. نه، چون پدرت گفته باید حتما بری. ببین، برای اینکه سرت گرمشه روزا برو پیش جلیل رو تمرین کن. ایوا، تو که گفتی خوشت نمیاد من بخونم. گفتم خوشم نمیاد که این کار شغل تو باشه، و الا برای دل خودت بخونی چه اشکالی داره؟ فدات شام جیگر تو.
مسافرین محترمی که با پرواز شماره 201 هواپیمایی پان آمریکن عازم بیروت، فرانکفورت، لندن، نیویورک، بوستون و مکسیکو سیتی هستند، خواهشمند از جهت سوار شدن به درب شماره 2 مراجعه نمایند. خانم خانم ها خسته نشدین انقدر منو تعقیب میکنی؟ آخه شما چی هستی؟ چی میخوای؟ والا میخواستم راجع به یه موضوع مهم دو کلمه با شما صحبت کنم. چه موضوعی؟ موضوع مادرت دختر. مادر؟ آره مادر. من مادر ندارم، مادر من مرده. چه؟ راست میگی؟ وایسا دختر، وایسا ببینم کجا داری میری؟ وایسا، به صلاحته که به حرف من گوش کنی. میخوام راجع به مادر دو کلمه باهات صحبت کنم. من که بهت گفتم، گفتم که مادرم مرده، من مادر ندارم. چرا؟ داری، خودت هم میدونی که داری، خوبم داری. برو گم شو، برو گورتو گم کن، برو بلم کن. خیال کردی؟ به صلاح فکر به حرف من گوش بکنی. چرا اینقدر مزاحم من میشی؟ آخه چی از جون من میخوای؟ باهات حرف دارم، راجب مادرت باهات حرف دارم. من که یه دفعه گفتم مادرم مرده، مرده، مرده. بالا 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 تر، بالا پایین تر. خوبه همینجوری، حالا وسط نداریم که به دست شد، به دست راز، برا، جان، باری کلا. آقای گرجی، این گوشی مثل... نمان، کجا میری؟ تو خودم جد میخونم، اشکال نداری. خوبه، چی شد؟ چی میگه؟ ببین دختر جون، میخوام بگم که هر کسی ممکنه یه رازی تو زندگیش باشه. من هیچ رازی تو زندگیم نیست. حتما؟ بله، حتما. از مادرت چطور؟ من که گفتم، من مادر ندارم. مادرم سال هاست که مرده. بفرما، این کیه؟ این مادر تو نیست؟ این عکس مادر تو نیست؟ مادرت پیش من زندگی میکنه. اون یه زن بدنامه، یه زن هرجاییه. این اون رازی که تو زندگی توه که اگه فاش بشه خیلی برات گرون تمام میشه. ولی من تنها کسی هستم که از وجود مادر بدکارت اطلاع دارم. اون تو دست منه، پس بهتره که با من کنار بیایی و هر چی میگم گوش بکنی. البته قبل از هر چیز
لازمه که بری و مادرتو از نزدیک ببینی، ببینی که من راست میگم یا دروغ. اون وقت حرفامونو با هم میزنی. بیا اینم آدرس مادرت، برو سراغشو ببین که من راست میگم یا دروغ. خداحافظ. باشا ببین چی شد، جنس کی میاره؟ مردم از خماری. تو رو خدا پاشو دیگه. کجا پاشم برم؟ الان میاره دیگه. بکش تو سرنگ بهش بده. اومدی؟ معلوم میشه که دختر عاقلی هست. خب بیا تو، مگه نمیخوای مادرتو ببینی؟ بیا تو دیگه. بفرما. اونها مادرتو شرفی دخترم، تو اینجا چی کار میکنی؟ کی تو را آورده اینجا؟ آخه اینجا نه، تو نباید میومدی اینجا. آخه اینجا جای داره. تو اومدی مادرتو ببینی؟ اومدی منو ببینی؟ پس چرا دم در واستادی؟ بیا تو، بیا پیش مادرت، بیا عزیزم، بیا. میخوام تو رو ببوسم، مثل اون وقتا. میخوام بغلت کنم، مثل بچگیات. یادته دستای کوچولوت رو دور گردنم مینداختی، صورت کوچولوت رو میچسبوندی به صورتم. بیا عزیزم، بیا. مثل اون وقتا دستای قشنگت رو بنداز دور گردنم. بیا میخوام تو رو ببوسم عزیزم، بیا. مثل اون وقت. اون چه شد؟ اون چرا رفت؟ خب لابد نمیخواد منو ببینه، نمیخواد مادرشو اینجوری ببینه. حقم داره. آخه من کیم؟ یه بدکاره، یه بدبخت، یه موتا. آخه چرا آوردیش اینجا؟
همش تقصیر توه. چرا بهش گفتی که من برای چی آوردیش اینجا؟ میخوای اونم به روز من بندازیش؟ میخوای مثل من بدبختش کنی؟ همش تقصیر توه. میخوای اونم به روز من بندازی؟ ای رزل کسافت، منو به این روز انداختی بس نبود، حالا نوبت دخترم رسیده. ولی کور خوندی، من نمیذارم، به هیچ قیمتی نمیذارم. بیزاره، برو کنار، میخوام با دخترم حرف بزنم. آقام فرمی خدا حرف بزنید، بیاید. برو کنار، بازی بزنم. ای بود نکنید، برو کنم شو، برو کنید، برو کنید، ببرینش، خفه کن بگیر، نامرد، بس بزرد، بلم کنید، برین کامشین، چی از جون من میخوایی بلم کنید، بلم کنید، بلم کن، بلم کن، خواهم بلم کن، یه سیگار بده ببینم، حالا فهمیدی که من راست میگفتم؟ دیدی مادرت زنده؟ به چشم خودت دیدی مادرت کیه و چی کاره؟ خب، حالا اومدیم سر اصل مطلب. تو میخوای زن پسر اشرف میلیونر معروف بشی، درسته؟ بهش گفتی که هیچ کس رو تو این دنیا نداری، یعنی دروغ گفتی، اینم درسته؟ خب، حالا اگه شوهر آیندت بفهمه یا پدر شوهرت بفهمه که مادرت یه همچین زن بدنامیه که عمری رو تو خونه‌های بدنام سر کرده و اسم تو هم تو شناسنامش ثبته، اون وقت میفهمی چطور میشه؟ اون وقت خر و بیار و باقالی رو بار کن. خب، حالا بیا با هم یه معامله بکنیم. یعنی چی کار کنیم؟ شما یه پولی به عنوان عقل و سکوت به من میدی، منم زیپ دهنم رو میکشم. چقدر بدم؟ 10,000، فقط 10,000. میخوام در نبودن من هر چی کم و کسری داری بخری. میخوام بهترین لباس عروسی رو سفارش بدی تا وقتی که برگشتم یه جشن مفصل عالی بگیری. باشه، یه جشن مفصل عالی، یه جشن مفصل عالی. خدا من چیکار کنم؟ تو به مسعود دروغ گفتی، تو گفتی که مادرت مرده، ولی اگه اون بفهمه یا پدرش بفهمه که مادرت یه زن بدکاره، معتاده، یه زن هر جایی که عمری تو خونه‌های بدنام بوده، اون وقت میفهمی چطور میشه؟ میفهمی چطور میشه؟ میفهمی چطور میشه؟ سلام خانم، پولها رو آوردی؟ آره. زود بی بالا. حالت چطوره؟ اینجا آوردمت که یه وقت خیال کلک زدن نداشته باشی. پولها رو رد کن بیرم. زود باش، یه خورده بجام. چقدر؟ همونقدر که خواسته بودی، 10,000 تومان. خیلی هم ممنون، معلوم میشه که دختر عاقلی هستی. خب، جای قرارمونو که یاد گرفتی، منظورم زیر اون پله. آره، چطور مگه؟ پس قرار ما باشه هفته دیگه همونجا زیر اون پله و همون ساعت. منظور چی؟ منظورم اینه که هفته دیگه همون ساعت میای زیر پل و 10,000 تومان دیگه با خودت میای. تو که گفتی فقط 10,000 تومان؟ باها، 10,000 تومان قصد اولشه. آخه سرطای قضیه به این مهمی رو که نمیشه با 10,000 تومان هم آورد. میخوام در نبودن من هرچی کم و کسی داری بخری. میخوام بهترین لباس عروسی رو سفارش بدی تا وقتی برگشتم یه جشن مفصل عالی بگیری. یه جشن عالی. ببین آقا، تو رو خدا، تو رو به هر چی که تو این دنیا برات مقدسه قسم من اذیت نکن. من یه آدم بدبختی هستم، خیلی بدبخت. از بچگی که پدرم مرد یتیم شدم، بعدم مادرم که شما خودتون میدونین چه مشقتایی از دستش کشیدم.
من تو زندگیم خیلی سختی کشیدم، هیچ وقت رنگ خوشبختی رو ندیدم، اما حالا یه چند وقتی که میدونم چی میخوای بگی. یه پسر میلیونر رو تور زدی و میخوای با پولاش عشق کنی، درسته؟ به خدا قسم موضوع این حرفا نیست، شما دارین اشتباه میکنی. من و مسعود همدیگر رو دوست داریم، خیلی وقتی که همدیگر رو دوست داریم، هیچ وقت فکر نکردم با پولش ازدواج کنم. این حرفا رو برو واسه احمد بزن، من پول میخوام. صبر کنید، چرا خدا خواهش میکنم، حالا به پر پایین ببینم، یاد بار پایین، ولم کن، برو پایین، برو پایین، ولم کن میکنم. باید بدین که دست از سرم ور میداریم. ولم کن خدا، برو پایین، برو خب نگرد و زیاده شم. بری شرف بی همه چی. بگو ببینم چی کار کردی؟ خیالتون راحت باشه قربان، کاری میکنم که مادر و دختر رو به هم بندازم و دست و بالشون رو حسابی بند کنم. پس منو در جریان بذار، زودتر. چشم قربان. دیگه چته؟ خب میبینی که مهد جونت هم همش به فکر اومدنه، پس بخند دیگه. تو نامش هم که نوشته میاد دیگه، چه قصه ای داری میبخونش؟ بیا بگو بخند، شاد باش، دنیا روز به روز بابا ولش کن. به قول شاعر، چرا اینقدر تو همی اخمات و واکن کمی نزده برسی با... تلفنم زنگ میزنه، بگم میشونی بردارم. الو من نرسیده. الو بلو چیز بله، گوشه خدمتون، با تو کار داره. کی؟ نمیدونم، از پشت تلفن که نمیشه دیدش، من چه میدونم کیه، ولی مثل که اینا داره. الو به خونت تلفن زدم نبودی؟ حتی اونجا باید باشی. مهلت تموم شد، مثل بچه آدم 10,000 تومن رو ور میداری و سر ساعت میایی سر قرار قبلیمون. پارکویج زیر پل، فهمیدید؟ الو، الو، گوش کن ببین چی میگم. الو، الو، سویچ ماشین تو بده ببینم. هی ببینم اتفاقی افتاده، من بگو آخه ببینم چی شده. نه هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط گفتم سویچ ماشین رو بده. خیلی سویچ بهت میدم، ولی من که ندید باشید نیستم، سویچ بهت میدم، این سویچ ماشین، ولی بگو ببینم چی شده. کجا زهره جون، زهره کجا میخوای؟ خودم میام برسونمت، با تو هم دختر دارم حرف میزنم. آخه نفهمیدم یه دفعه چش شو چرا یهو زد به سرش. سلام، پولا رو آوردی؟ آره، آوردم، ولی آخه ناسلامتی شما یه مردی؟ اگه یادتون باشه، روز اول گفتی فقط 10,000 تومن، پس چرا دیگه دبه در آوردی؟ آخه من بدبخت از کجا بیارم؟ این پولا مال مسعوده، اینا خرجی منه؟ آخه چه تو از گلوت پایین میره؟ این پول اساس زندگیمونه، پول لباس عروسیمه، شما باید قول بدی که دیگه دبه نکنی. قول چی بدم؟ آخه مادرت خرج داره، من این پولا رو باید خرج مادرت کنم. چی؟ مادرم؟ آره، مادره. به مادرم چه مربوطه؟ ده، همش به مادرت مربوطه. من که از روز اول تو رو نمیشناختم، مادرت منو راهنمایی کرد و گفت بیام سراغت و ازت پول میگیرم. پس تو این پولا رو واسه مادرم میگیری؟ پس چی خیال کردی؟ اون یه معتاده، خرج احتیاطش هم بالا رفته، پیرم که شده دیگه، مردا طرفش نمیرن. اون برای هروئینش روزی 200-300 تومن پول میخواد، تو از حالا براش یه منبع درآمدی. اون حالا رو تو حساب میکنه. ای بچیز، ای عاطفه بیشر. به کی هستی؟ به من؟ نه، تو اون مادر لعنتیم هستم، به اون نامادر نفی شدم هستم. خیلی خب بسته دیگه، حالا پولا رو رسیم ببینم. برم کن. جا کجا داری میری؟ صبر کن، صبر کن بینم، یلا وایسا. پس چی خیال کردی؟ اون یه معتاده، خرج احتیاطش هم بالا رفته، تو از حالا براش یه منبع درآمدی. اون حالا رو تو حساب میکنه. پس تو این پولا رو واسه مادرم میگیری؟ پس چی خیال کردی؟ اون یه معتاده، یه معتاد. برو منه! برو!
این خوشبختی دخترته. بگیر و دست از سرش بردار. کسافت. بردار دیگه. نه. همه رو ببر هروئین بخر، مرفین بخر، بزن به تنت، رو کن تو رگای کثافتت تا نشعه بشی، به قیمت سیاه‌بختی من نشعه بشی. ورش دار دیگه، چرا معطلی؟ ورش دار. چی شده عزیزم؟ چی شده دختر؟ به من نگو دخترم. من نفرت دارم از اینکه زن بیشرفی مثل تو مادر من باشی. تو روی هرچی مادر سفید کردی و رفتی. اون موقعی که بچه بودم و به محبت مادری احتیاج داشتم، منو ول کردی و رفتی. حالا که میخوام سر و سامون بگیرم، با یه باج خور پس فطرت دست به یکی کردی که منو به خاک سیاه بشونی. آخه من این همه پول از کجا بیارم؟ از کجا بیارم جوره اتیاد کثافت تو رو بکشم؟ از کجا پول بیارم؟ پول چی دخترم؟ من از تو پولی نخواستم. کی گفته که من از تو پول میخوام؟ آخه کی؟ آخه کی این حرف رو زده دخترم؟ فهمیدم. پس اون نامرد رزل میخواد به حساب من از تو پول بگیره. عزیز دلم، به خدا قسم، به همون خدایی که دنیا را آفریده، من اگه اصلا از پولی که تو میگی خبر داشته باشم، اون نامرد به تو دروغ گفته. به خدا قسم دروغ گفته. درسته که من یه زن بدبختم، درسته که یه معتادم، یه بیچاره، ولی به همون خدایی که شاهد و ناظر همه ماست، قسم میخورم که راضی نیستم خار به پای تو بره عزیزم. چه تو ممکنه که من پولی از تو بخوام؟ حرفمو باور کن عزیزم، باور کن زهره، باور کن. اون دختره اومده؟ آره، رفت پیش مادرش، دارم با هم دعوا میکنم. خب، تو نفهمیدی چی به هم میگفتن؟ نه، ولی داشتم با هم دعوا میکردم. ببینم میخوای منم باید بیام؟ نه، تو باش. چی خبر شده؟ معلوم نیست چی خبره، منم نمیدونم. میدونم دخترم، من در حق تو بد کردم، حالا هم دارم عقوبتشو پس میدم. نگاه کن، این لرزش دستای من از پیری نیست، از اعتیاد عزیزم. خب دیگه چه کنم؟ از این را میتونم غم و دردم و فراموش کنم. با وجود همه اینا، مطمئن باش نمیذارم اون نامرد به تو صدمه ای بزنه، نمیذارم تو رو بدوشه. به صورت من نگاه کن، اگه به قیمت جونم تموم بشه، نمیذارم این کارو بکن. صبر کن پیداش بشه، تا به خاطر این کارش توی صورتش توف بندازم. چه خبرته؟ چی داری زرزر میکنی؟ افریت پوزمونو بود. نامرد پس فطره، بیشره، به اسم من داری از دخترم پول میگیری؟ توف بروج بیا. منو به این روز انداختی کافی نیست؟ حالا نوبت دخترم رسیده. من کی به تو گفتم برو سراغ دخترم؟ تو نگفتی افریته؟ تو دخترتو به من معرفی نکردی؟ من؟ آره تو؟ پاپ بروت بیاد دروغ گویه بیشتر باته مان میکنی؟ بنام کن بیشتر به لیلو کاری نداشت 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 موتاد بنام کن بیشتر به لیلو کاری نداشت من جهانتو کسافت بنام کن مانان حالیت میکنم کسافت برو خدا بیرم ما میخواهیم بابا اونا هم دیگر رو کشتم، یکی پاشه بده سواش میکنه. به ما مربوط نیست. باید چونی دعوا شما نمیخوره چه خبره؟ بابا کشتن هم دیگر رو، شما ها چه جور آدمایی هستین؟ رم تو رو خدا برسون، رم داشته
مادرش در یک خانه بدنام، مردی را به نام جهانگیر معروف به ابرام باجخور به قتل رسانیدن. نام این دختر زهره رویایی و مادرش عصمت رمضانی. به این ترتیب تمام امیدها و آرزوهایی که در سر داشتم، تمام رویاهای شیرینی که در خیال می پروراندم محو و نابود شد. من به اتهام مشارکت در قتل جهانگیر به اتفاق مادرم به زندان افتادم. همش به این فکر بودم که اگه مسعود از مسافرت برگرده و بفهمه درباره من چطور قضاوت میکنه. در هر حال چند ماهی به انتظار روز محاکمه بودم، به انتظار اینکه مسعود به دیدنم بیاد و من براش حقیقت رو توضیح بدم. اما افسوس، اون هرگز به دیدنم نیومد. تعریف کن پسرم، تو بیروت بهت خوش گذشت؟ نه زیاد پدرچون، همش گرفتار کار شما بودم. خب از طرف چه خبر؟ طرف؟ طرف کی؟ منظورم همون دختریه که میخوایی باهاش ازدواج کنی، همون دختری که بهت گفته نه پدر داره نه مادر، یا به قول معروف از زیر بت به عمل اومده. زهره رو میگی؟ بله، زهره خانم رو میگم. نمیفهمم پدر، چرا در لفافه حرف میزنی؟ مگه براش اتفاقی افتاده؟ شما ازش خبری داری؟ آره پسرم، خبر دارم. اونم چه خبری؟ چی شده پدر؟ بگین چه اتفاقی براش افتاده؟ ده بگین دیگه. اون آدم کشته. آدم کشته؟ آره، یه مردی رو کشته به اسم جهانگیر معروف به ابرام باجخور. بپرس کجا؟ یه فاحشه خونه. تو فاحشه خونه؟ بله، فاحشه خونه. بپرس با همدستی کی؟ با همدستی مادرش. چی؟ مادرش؟ بله، مادرش که یه زن بدکاره است و تو اون فاحشه خونه زندگی میکنه. یعنی مادر و دختر به اتفاق هم باجخورشون رو کشتن. چی میگی پدر؟ آخه چطور ممکنه؟ اون که اصلا مادر نداره. اون به تو دروغ گفته. اون مادر داره و مادرش هم یه زن بدکاره است، یه زن هرجاییه. بیا نگاه کن این روزنامه رو ببین. در خانه بدنام، دختری به اتفاق مادرش در یک خانه بدنام، مردی را به نام جهانگیر معروف به ابرام باجخور به قتل رساند. نام این دختر زهره رویایی و مادرش عصمت رمضانی. حالا به حرفام رسیدی؟ دیدی پدرت اشتباه نمی کرد؟ من چقدر به تو گفتم که این دختر در شأن خانواده ما نیست. حالا دیدی راست می گفتم؟
دیدی اون دختری که تو دم از عفت و نجابتش میزدی تو چه خونه ای رفت و آمد داشته؟ مادرش چی کاره بوده؟ یه زن بدکاره، یه زن روسپی تو یه محله بدنام. من یقین دارم اونم مثل مادرش یه بدکاره است، چون تو دامن همون مادر بزرگ شده. من یقین دارم همون موقع که دم از عشق و نجابت با تو میزد، شبها به اتفاق مادرش مشغول کاسبی بوده، تو بغل مردهای دیگه میخوابیده. نه پدر، من نمیتونم باور کنم، نمیتونم. چطور نمیتونی باور کنی؟ مگه به تو نگفته بود که هیچ کس تو این دنیا نداره؟ ها؟ مگه نگفته بود که مادر نداره؟ پس چطور شد که یهو مادرش از توی فاحش خونه سردره بود؟ چطور شد که با مادرش توی عشرت کرده آدم کشت؟ ها؟ مگه روزنامه رو نخوندی؟ اینا که دروغ نیست. دروغه؟ ها؟ دروغه؟ ده جواب بده، هنوزم نمیتونی باور کنی؟ در هر حال پسرم، امکان داره که دادگاه تو رو احضار کنه و بخواد ازت چند سوال بکنه. باید به خاطر حفظ آبرومون، به خاطر حفظ اصالت خانوادگیمون، رابطت رو باهاش انکار بکنی. چی؟ انکار کنم؟ بله، انکار کنی، بگی اونو نمیشناسی. آخه پدر من... همین که گفتم پسر جون، همین که گفتم. محاکمه من و مادرم یک هفته بیشتر طول نکشید، چون پرونده‌ای که علیه ما تشکیل شده بود ثابت میکرد که من از وجود مادرم در اون خونه بدنام اطلاع کامل داشتم و به مسعود دروغ گفتم. این دروغ باعث شد که در تمام مراحل بازجویی و بازپرسی نتونم اونطوری که باید از خودم دفاع کنم. این دروغ باعث شد که مسعود کاملا از صداقت و نجابت من در زمانی که باهاش زندگی کرده بودم سلب اعتماد کنه. در این ماجرا پدر مسعود بیش از هر کس با من دشمنی کرد. اون با دلایلی که در دست داشت چنان ذهن مسعود و نسبت به من مخشوش کرده بود که اون منو یک زن بدنام، رسوا و دروغگو خطاب کرد و در روز محاکمه با صدای بلند فریاد زد من ننگ دارم از اینکه اسم چنین زنی رو به زبون بیارم. اون لحظه من از قصه داشتم دق میکردم، دلم میخواست همون موقع زمین دهم باز میکرد و من فرو میرفتم. در حقیقت این پدر مسعود بود که تیشه به ریشه خوشبختی من زد. اون جهانگیر رو مأمور کرده بود با طرح نقشه ماهرانه پای منو به اون خونه بدنام بکشونه تا بتونه رابطه بین من و مادرم رو ثابت کنه. بالاخره بعد از یک هفته محاکمه قضات دادگاه با هم مشورت کردن و من و مادرم رو مجرم دونستن. حکم دادگاه در همون روز خونده شد. من به 5 سال و مادرم به 10 سال زندان محکوم شد.
منم سالهای پرمشقت زندان تنها دلخوشی و امیدم به زندگی وجود دختر عزیزم بود. اسمشو گذاشته بودم آذر، اما افسوس بعد از مدتی آذرمو ازم گرفتن و به پدرش تحویل دادن و منو با عروسکی که از اون باقی مونده بود تنها گذاشتن، چون طبق نظر دادگاه من شایستگی تربیت بچه رو نداشتم. من زنی بودم مجرم و محکوم. بله، جگر گوشم از من گرفتم. بعدها شنیدم که مسعود به اتفاق پدرش از تهران رفتن و آذرم با خودشون بود. بدی از من دیدین حلالم کنین. خدا حافظ. ایشاله شما هم دود آزاد بشین. خب شهین جم، خدا حافظ. خدا عزیزم، خدا حافظ. قصه نخور، تو هم آزاد بشین. خدا حافظ. موفق باشی. قربونت. همش تو این فکر بودم که چی کار کنم، به کجا پناه ببرم. چند بار به فکرم رسید که برم پیش سوکیا، چون در طول مدت زندان اون تنها کسی بود که به ملاقاتم میومد. زهره، زهره، این بره بشون، این بر بابا، این بر من اینجا. سوکیا، نوکرتم. بودو بودو. سوکیا، سلام. چقدر زود آزادت کرده، ندیدم تو بیشتر وقت زندو میموندی که. سوکیاس مثل یه دوست فداکار از من نگهداری. من تشکیل کرد که به استودیو برم و کار خوانندگی رو دنبال کنم. بعد از مدت تمرین آهنگی رو اجرا کردم که خوشبختانه گل کرد و برام موفقیت آمیز بود. چه زود میگذره، زودتر از اونچه که آدم تصورشو میکنه. انگار دیروز بود که از زندان بیرون اومدم. سالها به سرعت سپری شد. من خواننده مشهوری شدم. زندگی خوب بود، کارم کاملا رونق داشت.
پولدار شدم، از هر لحاظ در رفاه و آسایش بودم. دیگه هیچ غمی نداشتم جز یک غم بزرگ، دیدن دختر عزیزم، دختری که یادگار اولین عشقم بود. تمام آرزوم این بود که خدا، خدای بزرگی که همیشه منو یاری کرده بود، وسیله‌ای فراهم کنه که من بتونم دخترمو ببینم. ببخشید خانم، یه آقای اومده با شما کار داره. کی؟ میگه پیش خدمت آقای اشرف بوده. پیش خدمت آقای اشرف؟ بگو بیاد تو. آقا بفرمایید، بفرمایید تو. سلام عرض میکنم خانم. سلام. معذرت بخوام مزاحمتون شدم، انشالله میبخشین. من پیش خدمت آقای اشرف پدر مسعود هستم. بله. البته بودم، حالا دیگه نیستم. براتون یه هدیه آوردم، فکر میکنم شما رو خوشحال کنه. عکس دخترتونه. چی؟ عکس دخترم؟ بله خانم. وای خدا جون، چه دختری، ماشالله ماشالله. این دختر منه، این آذر منه. الهی قربونت برم، تصدقت بشم، فدات بشم. وای تو کجوی؟ خوشگل من. آقا چرا وایسادین؟ خواهش میکنم بفرمایید بشینین. متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. وای الهی قربونت برم. آی سوکیاس، سوکیاس بیا پایین، کارت دارم. وای عزیز دلم، عزیز دلم، خدای شکر، خدای شکر، صد هزار مرتبه شکر. همین چند لحظه پیش به فکر بچه‌ام بودم. وای جلیل، سوکیاس، سود باش بیا دیگه. چیه بابا، چه خبر شده؟ سب کن، دست بزنین تا بیان. اگه بدونی چیکار کردم، اگه بدونی چیکار کردم، داشتم رول امیر افسران هندی رو بازی می‌کردم، این پرخلاقه ایشبیری ولم نمی‌کرد. اگه بدونی چه دست می‌زدم، اگه بدونی چقدر بهم فوش دادن. خب حالا بگو ببینم چه خبر شده، چه چیزی باعث شده که بندر احضار فرمودید؟ اومدم بابا. اینو ببین، این دختر منه، خنگ خدا، این عکس آذر منه، بدش به من. مرگ من؟ بدش به من؟ خنگ خدا، بدش ببینم این عکس آذر کوچولوی توئه. الهی فداش، چه مامانی، چقدر خوش عکسه، چقدر خوشگله. الهی فداش. می‌بینی چقدر بچگیه، عین بچگیه من. ببینم عکست کجا آوردی؟ این عکس رو این آقا آورده، ایشون مستخدم آقای اشرف. نه بابا، آره. ماشاءالله ماشاءالله، پیش خدمتی چقدر بهشون برازنده است. از بچگی مثل که تو این کار بودن. ننجون حالشون خوبه؟ متشکرم. خواهش می‌کنم. دیدی تعبیری که امروز صبح از خوابت کردم درست در اومد؟ گفتم یه خبر خوشی واسهت میاد و اومد. حالا به نبوغ من ایمان آوردی؟ واقعا من باید قافلی میگم، من باید فالگیر میشدم، نه موزیک سر این آرشه میکشیدم، میدادم بالا، میدادم پایین. بابا اومدم، به فرخلقا بگو آماده بشه، همین الان میام. خب من میرم دنبال برنامه. مردم سالن رو سرشون گذاشتن، نازتی بنام الهی. از طرف من و خانم، از طرف جفتمون، از خودمون متشکریم. با اجازه. خب آقا شما بفرمایید تو سالن تا من لباسمو عوض کنم و بیام خدمتتون. من باهاتون خیلی حرف دارم. بسیار. بفرمایید. الهی قربونت برم. زهره خانم کجایی؟ خیلی عصبیم. بی خودی عصبیم. کجایی؟ دستشوییم که نیستی. کجایی؟ معلوم هست تو این خونه چه خبره؟ آخه بالا نسبت جلیل سوکیاس اومده، دو نفر آدم اومدن. متوجه اسم را ببینم، مگه ما آدم نیستیم؟ جوابمون چرا نمیدی آخه؟ چرا چیزی به من نمیگی؟ ما آخه آدمی داریم سوال میکنی. چی بگم؟ دارم میرم پیش بچه‌م. پیش بچه‌ت؟ زرش که کسی نشنوه. بابا جون، اون اشرف پول پرست خودخواه مگه میذاره که تو بچه‌ت ببینی؟ مگه میذاره حتی اسم بچه‌ت به زبون بیاری؟ پس خبر نداری؟ خبر ندارم. از چی خبر ندارم؟ چی شده؟ از بلایی که سر اشرف اومده. چی شده؟ اون کور شده. آقای قاجار شما براش تعریف کن، بگو که اشرف چطوری کور شده. ای خدا بنازم به اون قدرتت. چطوری کور شده؟ آقا قاجار راست میگه؟ بله. آقا اشرف کور شده با اون اهنت لفش کور شده؟ بله کور شده. فایده ای سرم عجیبه، یعنی مرگ تو عجیبم نیست. مگه نشنیدی که از قدیم گفتن تا چشم کور شد دندتان نرشه؟ خب اشرف هم با این طفلک بیچاره بد کرد، خدا هم گفت چشمش کور، دندش هم لابد بعدن نرمیشه، البته اگه گریزکاری بشه و همچین خوب لغم. خب ببینم، حالا تو میخوایی کجا بری دنبال بچه‌ت؟ یعنی کجا میخوایی دنبالش بگردی اصلا؟ خرمشهر. خب از مسعود چه خبر؟ اونم توی کشتی در یکی از بنادر جروم مشغول کار، و هر ماه یا دو ماه یه دفعه میاد و پدر بچه‌اش سر میزنه. چون اشرف بعد از پول شدن ورشکست شد و همه دارایش از بین رفت،
مسعود مجبور شد تاثیر رو ول کنه و بره دنبال کار. اونه هاش، اون آقای اشرفه، همونی که اونجا نشسته میبینی؟ اون که کل سرشی؟ آره همونه، میگن دنیا داره مکافاته، از هر دست بری از همون دست پس میگیری. یه شب زمستون بود، خبر آوردن که ماشینش خورده به بدنه یه پل آهنی، شیشه ماشین خورد شد رفته تو چشماش، چند تا عمل جراحی رو چشماش کردن، چندین سال خارج رفت، هرچی داشت خرج کرد ولی فایده نکرد که نکرد. اون وقت به کلی نابینا شد و به این روز رو، به روزی که اصلا فکرشم نمیکرد. خب دیگه خدا جای حق نشد. میبینی جلیم؟ آره تفلک به اینجوری کور شدی. آذر، آذر. الان میام پدر بزرگ، یه کبریت هم بزن. سلام عزیزم، سلام. بفرمایید این سیگار و کبریت. قربونت برم الهی. بسته پدر بزرگ، یه چیزی میخواستم. چی میخواستی؟ من یه پنجزاری هم کش رفتم. از کی کش رفتی؟ از سیگار فروشه دیگه. ای پدر جان، آخه چرا؟ چرا این کارو کردی دختر؟ آخه خیلی وقت بستنی نخوردم. خب به من میگفتی؟ خوشه این ازش بیشتر؟ نه عزیزم، اصلا کار خوبی نکرد. خیلی خب پدر بزرگ، دیگه قول میدم از این کارو نکنم. باریکلا. کجا داری میری؟ نه این راش نیست جانم. چی رو راش نیست؟ میخوام برم پیش بچه‌م. بچه جی جانم، احساساتی نشو، جلوی خودتو بگیر. اگه بری و خودتو معرفی کنی همه چیزو خراب میکنی ها. پس چی کار باید بشینیم و نقشه بکشیم با فکر جلو بریم که تو بتونی به بچه‌ت برسی. مغزتو به کار بنداز. فعلا بریم هتل تا بعد. راه بیفت دیگه. خودتو کنترل کن. راه بیفت من نگاه میکنه. هی شلوغش میکنی، نمیذاری با فکر جلو بریم. آذر. بله. برو در رو باز کن ببین کیه دختر. چشم. نکنون برق نداشته باشن؟ برق اینجا دو سب به دو سب میره. تریپ هم میره. اومد. زنینی؟ اسم چیه عزیز دلم؟ آذر. به چه اسم قشنگی. متشکرم، چشماتون قشنگی. خب بگو ببینم آذر خانم، بابا بزرگتون خونه؟ شما کی هستین؟ ما مهمون هستیم عزیزم. پدر بزرگم میگه مهمون حبیب خداست. بفرمایین تو. چه اسم رو گذاشت حبیب؟ بر تو. آذر کیه؟ 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 آذر؟ کیه؟ کیه؟ پدر بزرگ برامون مهمون اومده. مهمون؟ خوبه. بگو بفرمایین تو. تعارفشون کن بیان تو. بفرمایین. خودشون دارن میان پدر. سلام آقا. شب نمیتون. سلام. خیلی خوش اومدی. ببخشین. افتخار آشنایی با کیو دارم؟ معرفی کن دیگه. ببخشید که مزاحمتون شدیم. ما از طرف انجمن خیریه این شهر به اینجا مراجعه کردیم. اگه اجازه بفرمایین میخواستیم راجع به این دختر خانم نوه شما صحبت کنیم. خواهش میکنم آذر جون، مهمونا رو راهنمایی کن. خب میفرمودیم. بله پسرم مسعود تو کشتی کار. این پدر سوخت. ماهی دو سه روز میاد پیش ما. آذرم تو خونه به من کمک میکنه. اون تنها مونس من. در هر حال باید بگم که انجمن خیریه ما میتونه یه ترتیبی بده که نوه شما بره به مدرسه. البته اگه شما موافق باشی. چطور میتونم موافق نباشم؟ البته که موافقم خانم. از قدیم گفتن نیکی و پرسش. بله البته. خدا بیامرزه اون شاعرو که میگه تو نیکی میکن و قلمش کن و قیلش بده بره بچت خیابون. در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. ده نده که در خیابانت دهد باز. البته نه تو این خیابونای
پر ترافیک خودمون که غم انگیز جان من اینجا نه، اون خیابونای قدیم که همچین خلوت و بلنگواز بود که راحت میشد توش لیس پسکلیس بازی کرد. بسیار خوب آقای اشرف، پس ما اسم آذر کوچولو رو توی مدرسه مینویسیم، هر روزم خود من میام اینجا که هم برنامه‌شو جور کنم و هم با اجازه شما اگه توی خونه کاری از دستم برمیومد انجام بدم، البته اگه شما اجازه بفرمایید. خیلی ممنونم خانم، خیلی متشکر. معلوم میشه شما خانم فوق‌العاده مهربونی هستید. اختیار دارم. من نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر بکنم. خواهش میکنم. میبینی آذر جون، لطف خداوند شامل حالت شده، فرشته نجات تو رو برات فرستاده. خب بگو ببینم، من که چشم ندارم ببینم، این خانم همونقدر که مهربون هستن حتما خوشگلم هستن، بله؟ اوه چه جونم پدر بزرگ، خوشگله، چشماش که خیلی قشنگه، لب و دهنش هم خیلی خوشگل و بانمکه، دیگه و دیگه هیکلش هم تکه، خلاصه خیلی مامانیه. پس آذر جون برو به عنوان تشکر ببوسه. این زندگی به من به تو فرصت و یا امون بده، خومه دل عشق از درون و تو نبازش کنی، با سختی های زندگی بیای سازش کنی، عروس امید در آغوشته، قصه دنیا فراموشته. برامون میشه خوب و خوندنی، که پر از وفا باشه، سر تو سر سما باشه، همه از محبت دل آدم ها باشه، عروس امید در آغوشته، قصه دنیا فراموشته. جان زنشه. بیشتره. عجبه بیشتره. واقعا انصافه تکه. اگه بابا بارده رو بچه. بنده. جواجاشون کن. بیجان زنشه. اگه تو نخوادی به تو بخواد. مثل که به این تفلکی اصلا محل نمیذاره، عجب روزگاری شده، آدم دلش برای بعضی هم میسوزه. آقا مسعود، این خانم خوشگله رو میشناسی ها؟ عجب مالیه مگه نه؟
نره خوب تیکه یه ولی شنیدم محل سگم به بعضی نمیذاره خواهشی این پدر دفعه هاست که میخوام یه سوالی از شما بکنم. بله. البته اگه فضولی نباشه. اختیار دارین. خواهش میکنم. سوال بفرمایید. شما چرا تا به حال شوهر نکردین؟ چرا ساکت شدین؟ سوال بی جایی از شما کردم بله؟ نه، سوالتون خیلی هم بجاست. پس چی؟ چرا جواب سوالمو نمیدین؟ میدونین آقای اشرف، من شوهر کردم. خب، اون مرد خوشبخت کیه که شوهر شماست؟ اسمش چیه؟ چی کاره است؟ بازم که سکوت کردین؟ والا الان چند ساله که اونو ندیدم، چون بینمون متاسفانه جدایی. چرا؟ مگه همدیگر رو دوست نداشتیم؟ اتفاقا خیلی هم همدیگر رو دوست داشتیم، عاشق هم بودیم، ولی خب یه نفر بود که مخالف عشق ما بود، مخالف ازدواج ما بود، نمیخواست که ما با هم زندگی کنیم، به همین جهت هم بینمون جدایی انداخت، یعنی ما رو از هم جدا کرد. عجیبه، اون یه نفر کی بوده؟ ای بابا، یه نفر بود دیگه، یه آدم. پس آدم بسیار بدی بوده، آدم بدجنس و بدتینتی بوده، آدم خبیثی بوده، یا اصلا آدم نبوده، یه حیوان بوده، یه حیوان پست و موزی. کیو میگین آقای اشرف؟ همون که بین شما و شوهر جدایی انداخته. آها، صحیح میفرمایید. خب اون کسی که این ظلمو در حق شما کرد زن بود یا مرد؟ مرد بود آقا، مرد. بفرمایین نامرد بود، یه نامرد به تمام معنا، چون زوج خوشبختی مثل شما را از هم جدا کرده. واقعا آدم پدر سوخته ای بوده، خدا لعنتش کنه، خدا ذلیلش کنه. نفهمیدم چیه؟ چرا میخندی؟ آقا اون مرد پدر شوهرم بود. چی؟ پدر شوهرتون؟ پدر شوهرم. عجب مردی که الدنگی بوده، عجب آدم احمق خودخواهی بوده. آخه چرا این کارو کرد؟ شما چیزی بهش نگفتین؟ نه. حقش بود میرفتین توف تو صورتش مینداختین. گناه پدر شوهرتون به هیچ وجه بخشودنی نیست. ولی خانم جون، بذارین یه چیزی بهتون بگم. اگه به ناحق پدر شوهرتون این کارو کرده، بدون اینکه خداوند سزاشو میده، حتما پاشو میخوره، حتما یه بلایی سرش میاد. حقش هم هست که بلایی سرش بیاد. شما از کجا میدونین آقای اشرف؟ من میدونم، خوبم میدونم، به تجربه به هم ثابت شده. ای روزگار. خب مسعود جان خدمت باشیم، بریم خونه ای ما. خیلی ممنون، قربونتون. باید برم خونه، دلم واسه دخترم گریده شده، دو ماه که ندیدمش. تاکسی هم اومد. خب قربونتون. بسلام. یا هم قربونتون. خدا. سلام عزیز دلم. قربونت برم. من قربونت برم، ناز تو برم. حالت خوبه دخترم؟ خوبم بابا جون، خوبه. خوب. خوشحالم. این اسباب بازی چی؟ همه اینا رو یه خانمی که از طرف انجمن خیری اومده برام خریده. نمی‌دونی پدر چه زن خوبیه. آره پدر خیلی زن مهربونیه. اینقدر منو دوست داره که نه راستی؟ خوبه. آره. خب دیگه تعریف کن ببینم. پدر جون هرچی ازش بگم کم گفتم. خب مثلا چی کار کردم؟ منو گذاشته مدرسه، منو تولد گرفت، دوستم هم دعوت کرد. چی جشنی؟ باری کرده. جو خالی بود بابا. خب این خانم اسمش چیه؟ اول میریم پیش پدر بزرگ، بعدش میریم پیش اون خانم. نه نمیشه. اول میریم پیش اون، باید تو رو بهش معرفی کنم.
ولی پدر به چشم خارمادری نگاش کنی. چه تو مگه؟ آخه خیلی خوشگله، اگه ببینیش یه دل نصد دل عاشقش میشی. راست میگه آزر جون. جون خودم والا، مثل پنجه ی آفتاب میمونه، عین فرشته هاست. فکر کنم اگه ببینیش ازش خیلی خوشگله. خیلی خوب بریم ببینیم این خانم خوشگلی که تو اینقدر ازش تعریف میکنی کی؟ گردش میبره. خلاصه از یه مادر منو بیشتر دوست داره. اینو جدی میگی جونه بابا؟ آره خوشت میاد بابا. خب پس واسه شد اول بریم خانومو ببینیم. تو اینقدر به هم نگاه میکنی؟ تا برا پیش پدر بزرگ. چرا اومدی اینجا؟ با تو هم چرا اومدی اینجا؟ به چه حقی پاتو گذاشتی تو خونه من؟ کی به تو گفته که در غیاب من بیای اینجا و محبت بچه منو بدوزی؟ اومدی ثروت و دوره ای تو برای ما بکشی؟ شاید فکر کردی مشهور شدی، پولدار شدی، پیش خودت گفتی برم و ثروت و داراییمو به رخشون بکشم، درسته؟ ولی کور خوندی. هر چقدر ثروتمند شده باشی، هر چقدر پولدار شده باشی، از نظر من یه زن فاسدی، یه دروغگوی بی شرم هستی که در دامن مادر بدکارت بزرگ شدی. پول و ثروتت هیچ وقت نمیتونه داغ ننگی رو که به پیشونیت خورده از بین ببره. پس زود جور و پناستو جمع کن و بزن به چاک. برو پیش همون مادر بدنامت، گورتو گم کن. ناکنه میخوای مثل یه سگ دومتو بگیرم و بندازمت بیرون. من به خاطر تو نیومدم اینجا، من به خاطر دخترم اومدم. دخترت؟ اون دیگه دختر تو نیست. اون هیچ وقت زن فاسدی مثل تو رو مادر خودش نمیتونه. من از بچه که بهش گفتم که مادرش مرده، بهش گفتم که مادرش یه زن بدنامی بوده و مرده، توقع داشتی چی به بچه‌ام بگم؟ بگم که تو با همدستی مادر بدکارت توی فاحش خونه آدم کشتی؟ بهش بگم اون زمانی که دم از عشق و نجابت میزدی با مادر بدنام و هروئینیت توی خونه بدنام رفت آمد داشتی؟ آره؟ آره اینا رو به بچه‌ام بگم؟ دخترم اگه بفهمه که تو کی بودی و چه کاره بودی از قصه دق میکنه. پس لازم بود که به دخترم بگم تو مردی. وقتی که اون کوچیک بود تو مردی. حالا بهتره که بری و یه فکری به حال خودت بکنی. اینجا جای تو نیست. آره بهتره بری بمیری تا دخترم وقتی بزرگ شد از وجود مادری مثل تو خجالت نکشه. برو بیرون، گفتم برو بیرون. چیزی بهت گفته؟ اتفاقی افتاده؟ ها؟ آذر؟ آخه یه چیزی بگو، چی شده؟ نه نه آره من میدونم که تو مادر من هستی، خودم فهمیدم. نه آذر، نه من مادر تو نیستم.
تو اشتباه میکنی، من مادر تو نیستم. چرا؟ تو مادر من هستی. من از حرفای بابام فهمیدم که تو مادر واقعی من هستی. بابام دروغی گفته بود که تو مردی. به خدا تو مادر منی. عزیزم الهی فدات شم، بابا دروغ نگفته بود. از نظر اون من مثل یه مردم. شایدم اون درست میگی، من یه مردم. من فقط به درد مردن میخورم. دیگه جای من تو این دنیا نیست. من باید بمیرم، باید بمیرم، باید. آخه چرا مادر، چرا؟ الان نمیتونم بگم چرا، ولی وقتی بزرگ شدی، وقتی به سن بلوغ رسیدی، اون وقت میفهمی که من چی. مسعود سلام. سلام پدر. سلام. چیه؟ چی شده؟ چه دارین گریه؟ تو پیاده نشو. باش من دیگه باید برم. خدا خدا پشت و پناه. نه مادر، نه رو من نمیذارم. تو من نمیذارم. تو مادر من هستی. تو رو خدا نه رو من دوست دارم. مادر تو رو خدا نه رو مادر تو رو خدا نه رو مادر نه رو. چی میگی پسر؟ این زن همون زبره؟ آه خدای من چه مصیبتی، چه بدبختی. پدر جون پس من چطور نفهمیدم؟ حالا طوری شده مگه نفهم. چی کار کرده پدر جون؟ این زن با این رفتار انسانیش منو تا آخر دنیا شرمنده کرد. خواهش میکنم بسرم، خواهش میکنم برو دنبالش، بیارش اینجا. من باید رو دست پای این زن بیفتم و ازش معذرت بخوام. چی پدر؟ ازش معذرت بخوام یعنی چی؟ همین که گفتم. بلند شو پسرم، بلند شو. پدر شما هیچ متوجه نیستید. خواهش میکنم پسرم، تو رو خدا برو بیانش. برو پسرم، برو دنبالش. خب خودتون اینقدر ناراحت نکنید، براتون خوب نیست. مسعود عزیز، در این دفترخانه چند کلمه شاید به عنوان وصیت برای تو و برای دخترم می‌نویسم. تنها آرزوی من در زندگی این بود که صدای معصومانه دخترم رو بشنوم که به من بگه مادر. اما تو به دخترم گفتی که من زن بدی بودم و مدت هاست که مردم. بنابراین دیگه این زندگی برام بی ارزشه. مطمئن باش همونطور که خواسته بودی من مرده باشم تا بچه‌مون از وجود مادری که از نظر تو بدنام رنج نبره عمل خواهم کرد. چی میگی پدر؟ شما که این زنو یه بدخوره، یه فاحشه رسمی میدونستی؟ پسرم اون موقع من احمق بودم، یه احمق به تمام معنا. همش تقصیر منه، همش تقصیر منه. این زن به تو دروغ نگفته بود، اون ترجیح میداد که مادرش مرده باشه، اما من لعنتی اون مادر رو زنده کرد. مقصر اصلی من هست. ای لعنت بر من، من با اون بد کردم، بد کردم، بد کردم. ازت خواهش میکنم برو بیاره. اینو ببر بده به مسعود. ولی آخه موضوع چیه؟ ها؟ موضوع مربوط به خودمه، یعنی مربوط به خودم و بچم. حالا کجی داری میری؟ دارم میرم هتل. خب حالا با این کرایه برو، کلی پولش دادم آخه. نه تو زودتر برو، میخوام نامه رو بدی به مسعود. یا بنده مخم خرابه یا جنبالو. پسرم بهشت و جهنم تو همین دنیاست. من در حق زهره بد کردم، ظلم کردم و میبینی که به عقوبتش گرفتار شدم. دو چشمم از دست دادم. پسرم دنیا داره مکافات، مکافات گناه منو میخوایی ببینی؟ بیا نگاه کن. این مکافات نیست، این مکافات عمل بد من نیست، مکافات گناه من نیست. ای خدای بزرگ از گناه من بگذر. من در حق این دختر بد کردم، منو ببخش. پسرم برو این زنو بیار تا من به پاش بیفتم. قلبم از غصه این گناه داره میترکه. اگه اونو نیاری، اگه این کارو نکنی،
من میمیرم پسرم، به من بگو که این کارو میکنی، خواهش میکنم پسرم، خواهش میکنم. پدر جون اگه تو با مادرم آشتی کنی من خیلی خوشحال میشم. خیلی خیلی خوب است، گردی نکن، گردی نکن، فدات بشم، پیداش میکنم، پیداش میکنم. ببخشید خانم، من یه اتاق میخواست. تنها هستی؟ بله. لطفا مشخصاتتون رو اینجا بنویسید. بفرمایید. اینجا حمام و توالته، اینم قفسه برای لباساتونه. ببخشید. بفرمایید. اینم تلویزیونتونه. با فشار این دکمه روشن میشه، با همین دکمه هم خاموش میشه. خب خانم، میخواین تلویزیونتون روشن باشه؟ بله، بذارین روشن باشه. دیگه فرمایشی نداری؟ نه، مرسی. خدافظ. بابا باز برق ندارن، اون وقت میگم فوتسی فقط یک بار زنگ میزنه، این دفعه بیشتر اومده میزنه. ای بابا. سلام. سلام، به روی ماهت، قربون اون هیکلت برم. ببینم بابات خونه. آره، بفرمایین. چی از قدیم گفتن خانمه مقدم از شما، بعد بفرمایین. تو مادر واقعی من هستی، بابا دروغی گفته بود که تو مردی. عزیز دلم، بابات دروغ نگفته، از نظر اون من مثل یه مرده هستم، جای من دیگه توی دنیا نیست، من بدون وجود تو یه مردم، من فقط به درد مردن میخورم، من باید بمیرم، باید بمیرم، باید. چرا اومدی اینجا؟ کی به تو گفته بود که در غیاب من بیای اینجا و محبت بچه منو بدوزی؟ اومدی ثروت و دارایی تو به رخ ما بکشی؟ آره؟ فکر کردی پول دار شدی، مشهور شدی، ولی کور خوندی. هر چه قدم ثروتمند شده باشی، هر چه قدم پولدار شده باشی، از نظر من یه زن فاسدی، یه دروغگوی بی‌شرم هستی که تو دامن مادر بدکارت بزرگ شدی. تو دامن مادر بدکارت، مادر بدکارت. طبق این سند رسمی تمام اموال و داراییمو به دخترم آذر می‌بخشم. دیگه این زندگی برام ارزشی نداره. مسعود، مطمئن باش همونطور که تو خواسته بودی من مرده باشم تا بچه‌مون از وجود مادری که از نظر تو بدنام رنج نبره عمل خواهم کرد. همه عزیزانم رو میبوسم. خدا حافظ برای همیشه. زهره. یعنی چی؟ از این نامه بوی خودکشی میاد. چی؟ چی داره میگی؟ را بیا فرین دنبالش. شما نرد نباشید، هر جا باشه پیداش میکنه. اون دیگه دختر تو نیست. دخترم هیچ وقت زن فاسدی مثل تو رو مادر خودش نمیدونه. من از بچگی بهش گفتم که مادرش مرده، بهش گفتم که مادرش یه زن بدنامی بوده، اون مرده، یه زن بدنامی بوده، اون مرده. دیگر دار هتلش همین جاست. وایسه ببینم، وایسه دیگه، ترمز کن، الان میاد. بهت گفتم تا کار از کارهای زشته برو دیگه. من به دخترم گفتم که مادرش مرده، مادرش مرده، پس بهتره بری بمیری تا دخترم وقتی بزرگ شد از وجود مادری مثل تو خجالت نکشه، خجالت نکشه. چی شد؟ دختر اومده چمدونش برداشته و رفته. حتما رفتی یه هتل دیگه. پیشه هم که هتل بارونه بزن بری. توقع داشتی به بچم چی بگم؟ بگم که تو با همدستی مادر بدکارت توی یه فاحش خونه آدم کشتی؟ بهش بگم اون زمانی که دم از عشق و نجابت میزدی با مادر بدنام و هروئینیت توی خونه بدنام رفت و آمد داشتی؟ آره، اینا رو به بچم بگم؟ براشو برید توی هتلم ببینید. بیا برید. یه باش برو منم برسیم. قرار اطلاع حاصله، خانم ستاره خواننده مشهور جانش در خطر مرگ است. از بینندگان عزیز تقاضا دارد هر کجا صاحب این عکس را مشاهده کردند بلافاصله به شماره 9320 اطلاع دهند. الو، اطلاعات تلویزیون؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. ببخشید، میخواستم راجع به خانم ستاره. داریم تلاش میکنیم. تقاضا
توجه بفرمایید، به قرار اطلاع حاصله خانم ستاره خواننده مشهور جانش در خطر مرگ است. از بینندگان عزیز تقاضا دارد هر کجا صاحب این عکس را مشاهده کردند 7 6 5. الو سروان میری، اسمش، فامیلش، چند سالشه؟ توجه بفرمایید، و حالا دختر کوچک خانم ستاره برای مادرش پیام می‌دارد. مادر، مادر عزیزم کجایی؟ هر جا هستی بدون که ما همه‌مو دوست داریم. مادر عزیزم، مادر بیا خونه. پدرم، بابا بزرگ، اشرف، همه منتظرن که تو برگردی پیش ما. خواهش میکنم مادر، پدرم میخواد با تو آشتی کنه. تو رو خدا بیا، پدرم منتظره به مادر. من تو رو خیلی دوست دارم، من به تو احتیاج دارم. پدرم هم به تو احتیاج داره، اصلا همه ما به تو احتیاج داریم. بیا به خونمون، نذار من بی مادر باشم. خواهش میکنم بیا، بیا مادر، خواهش میکنم. تو رو خود برگرد، برگرد پیش ما. پدرم میگه خونه ما بدون تو صفا نداره. پدرم همه چه دنبال تو گشته ولی پیدات نکرده. خدا حضرت خواهش میکنم هر چه هستی بیا پیش ما. خدایا کمکم کن، کمکم کن، خواهش میکنم. من نمیخوام بمیرم، نمیخوام بمیرم دخترم. توجه بفرمایید، به قرار اطلاع حاصله خانم ستاره خواننده مشهور جانش در خطر مرگ است. از بینندگان عزیز تقاضا داریم هر کجا صاحب این عکس را مشاهده کردند فوراً به شماره 9320 اطلاع دهند. عباس، 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 بیا بیا بیا. این همون خانم مسافر نیست که ما چمدونش رو بردیم بالا؟ چرا مثل اینکه خودشه، مگه چی شده؟ خودکشی کرده. بریم به دفتر خبر بده. بره. خدا کمک، کمک. هتل امپریال. ستاره اونجاست. شما کیشون هستی؟ من شوهرش هستم. زود خودتونو برسونین که جونش در خطره. نمیخوام بمیرم، به خاطر آذرم نمیخوام بمیرم. شیمونم خدا دور برم. یواشتر برو، من سر میبری. مواظبم بابا، مواظبم. بریم بالا. گلو بهش ویدیو بعدش هم یه پاچه گردش میکنی. باشه باشه. معذرت میخوام خانم، پرستار این اتاق شما هستی؟ بله. خانم ستاره توی این اتاق بودن، کجا رفتن؟ مرخص شدن. کی مرخص شدن؟ ساعت 10 صبح امروز. ببخشید، با کی رفتن؟ با آقای به اسم سوکیان. سوکیان، خیلی ممنون. بریم آزاجو، بریم. ببخش
سلام جناب آقای مسعود خان. زهره کجاست؟ چی؟ چی فرمودی؟ گفتم زهره کجاست؟ عرض کنم که رفته تو آسمون. اول برو لباس عوض کن، یه دست لباس پلوخوری شیک و پیک بپوش تا بعدن برات بگم. لباس شیک چیه؟ من میگم زنم کجاست؟ درست؟ بابا تمام دخترها آرزو دارن لباس عروسی بپوشن، تو دختره رو یواش که عقد کردی بعدن زدی به چال. آخه این چه نشود؟ برو لباس شیک بپوش. برو دیگه من نگم کنه. چشم آورده.